و وقت بخیر دوستان و همراهان عزیز، به هفته 13 خوش آمدید. اگر دوست دارید یک موسیقی یا شمع عود روشن کنید برای اینکه فضای شما احساس آرامش بیشتری رو به شما القا کنه و این باعث بشه اون ذهنیت، افکار، حاله ها، چاکراهای شما درخشش بیشتری پیدا کنند. در جای آرام بنشینید، ژورنال های خود را باز کنید. تیتر هفته: مهربانی را پرورش دهید. نقل قول هفته که ما اصولاً به حالت مانترا اون رو تکرار میکنیم توی هفته، جاهایی مینویسیم روی کاغذ و میچسبونیم که اون رو ببینیم و با خودمون بهش فکر میکنیم، چون ممکنه جنبه هایی از اون رو ببینیم که خلاهایی که توی ذهنمون هست رو در اون رابطه پر کنه. من همان مهربانی محبت آمیزی را نسبت به خودم پرورش میدهم که نسبت به افرادی که دوستشان دارم ابراز میکنم. این یعنی که خودتون رو دوست داشته باشین دقیقا به اندازه این که بقیه رو دوست دارین. مهربان تر بودن و حمایت گرتر بودن از خود به سیستم عصبی مرکزی شما اجازه می دهد که آرام بگیرد و اعتماد کند که شما ایمن هستید. در مورد آنچه برای احساس امنیت نیاز دارید بنویسید. تکلیف اول: فهرستی از اعمال محبت آمیز را در طوفان فکری خود بنویسید. اینجا اصطلاح طوفان فکری یعنی اتفاقاتی که تو ذهنتون میپیچه مثل یک طوفان. برای الهام گرفتن آن را در دسترس داشته باشید. لیست شما ممکن است شامل موارد زیر شود. وقت خود را به پناهگاه حیوانات اختصاص دهید. البته تو ایران پناهگاه حیوانات اصولا کناره های شهر هست، اما اصولا به حیواناتی که توی محلمون گربه‌ای توی کوچه می‌بینیم و این جور چیزا هم می‌تونیم اشاره کنیم. یک نظر مثبت در مورد یک پست بگذارید. به کسی بگویید چرا دوستش دارید، برای یادآوری کردن به او با یک ملاقات کوتاه با اون فرد. 16 خط بنویسید. می‌تونید گزینه‌ای بنویسید و اصلا حالت یک پاراگراف منسجم نداشته باشه. تکلیف دوم: پرورش مهربانی و عزت نفس مثبت مانند پرتوی شخصی شماست. چگونه می توانید این نور را عمدن به بخشی از خود بتابانید که در حال حاضر به عشق نیاز دارد؟ مثلا درمانگران توی حوزه مدیتیشن یا چاکرا درمانی یا هر حوزه‌ای که هست توی این ماجرا میگن اگه دست درد میکنه به اون قسمت از بدنت عشق بده، انرژی بده. مدیتیشن که میکنی اون قسمت از بدنت رو با چاکراهایی که توی کف دستت هست درمان کن. در رابطه با این 10 خط بنویسین، یا حتی میتونین بگین این کار رو انجام دادین و یک خاطره ای از این کاری که انجام دادین رو برای خودتون بنویسین. پیدا کردن جرقه: مهربانی دوست داشتنی. کارهای خوبی را که در گذشته برای شخص دیگری انجام داده اید فقط به این دلیل که می‌خواستید شناسایی کنید چرا برای شما معنی داشت. بسیاری از مردم انجام کارهای محبت آمیز برای دیگران را آسان‌تر می‌دانند، اما تلاش می‌کنند تا همین کار را برای خود انجام دهند. تمرین کنید که با همان مهربانی با خودتان رفتار کنید. چه کلمات حمایتی می توانید به خودتان بگویید؟ برای انجام چه اقداماتی برای شما آماده هستید؟ برای چه اقداماتی برای خود شما خودتون آماده هستین وقت بذارین؟ مثلا مادر هستین، برای فرزندتون وقت میذارید، برای شوهرتون وقت میذارید، برای مادر خودتون، مادر همسرتون وقت میذارید، ولی آیا اونقدر وقت رو برای خودتونم میذارید؟ 3 خط بنویسید. هفته خوبی رو پیش رو داشته باشین. شاد و پر انرژی تا هفته بعد.
Thank you.